باور کنید اینها سیاست نیست. اینها اخلاق است. اینها جوانمردی ورزش است. واقعا ما از خودمان توقع نداریم که همه من تختی باشیم. هرچند که تقریبا مطمئنم که اگر تختی هم زنده بود شاید در باغچه‌اش در احمد آباد لشکرک روزگار می گذراند. برای فرار از مسئولیت‌های اجتماعیتان آنقدر این جمله را تکرار نکنید که ما به سیاست کاری نداری. تازه می دانید این حرفتان بر اساس باورهای موجود در ایران چه معنی می دهد؟ یعنی شما به دین کاری ندارید. روی اسکناس ها را بخوانید. از قول مرحوم مدرس روی آنها نوشته شده سیاست ما عین دیانت ماست. شما وقتی با سیاست کاری ندارید احتمالاً با دین هم کاری ندارید. واقعا چه کسی بیشتر از خواهر شما، همسر شما، مادر شما حق دارد به استادیوم بیاید و بازی های شما را تماشا بکند؟ کجای این حرف سیاسی است که میگویید؟ اتفاقا شما خیلی به سیاست و سیاسی کاری کار دارید. مطمئن باشید اگر امثال آن نویسنده، وکیل و خلاصه آنهایی که کاری نیستند اگر با سیاسی کاری کار داشتند با اندکی کرنش به راحتی صاحب پست هایی می شدند که آنهایی که میگویند با سیاست کاری نداریم اشغال کردند. جواد عزیز، تو لااقل کارت را بلدی. بسیاری از آنها که میگویند ما با سیاست کاری نداریم کارشان را هم بلد نیستند. برای این است که توقع من از آنهایی است که کارشان را بلدند. تو جوانی و الگوی شاید میلیون ها نوجوان ایرانی. اگر بار دیگر چنین سوالی از تو شد لااقل بگو من اهل سیاسی کاری نیستم. من فوتبالیستی هستم که از هنرم بهره مادی و معنوی میبرم و دلم میخواهد از موقعیتی که نصیبم شده قدمی هرچند کوچک برای جامعه ام بردارم. شاید با این قدم بتوانم همین فوتبالمان را به 10% آنچه در فوتبال اسپانیا میگذرد برسانم. وقتی در برنابئو یا نیو کمپ بازی می‌کنی به این بیندیش که چگونه می‌توانی آن ورزشگاه، سطح بازیش، رفاه و شادی زن و مرد و پیر و جوان، پخش تلویزیونی زیبا، حرفه‌ای‌گری، خلوص و از همه بالاتر دوری از سیاسی کاری را به ورزشگاه‌های ایران هم بیاوری. کریم عزیز، باقری فوتبالیست نخبه و با اخلاق، جواد عزیز، نکونامه با تکنیک و خلاق، هرگز دلم نمیخواد که تو علیرضا افتخاری تازه‌ای بشی. فوتبال ایران و بولیوی شبیه همند، هر روز در رنکینگ فیفا سقوط میکنند. البته من امیدوارم رئیس جمهور بولیوی باعث نشود که ما هم مثل آنها دیگر هرگز همین چند مدال را هم در المپیک نگیریم. بولیوی حتی یک مدال برنز هم نگرفته. البته شاید مراوده باب مورالس و چاوز به این بیانجامد که زنان ما هم راهی به استادیوم پیدا کنند. به جدی بودن گوینده خبر و دستوری بازی کردن تیم قرمز لطفاً دقت کنید. جمعی از ولی‌پوشان سابق و فعلی و مسئولان ورزش کشورمان فوتسال بازی کرد. از صحنه‌های جالب این دیدار پاس گل مورالس به آقای احمدی نژاد بود که رئیس جمهور کشورمان این توپ را وارد دروازه تیم حریف کرد. در ادامه و بعد از تساوی 4-4 در ضربات پنالتی تیم سفید که رؤسای جمهور ایران و بولیوی نیز در آن بازی می‌کردند 4-2 پیروز شد. در ضربات پنالتی هم آقای احمدی نژاد و مورالس ضرباتشان را گل کرد. کاش تختی بود. علی‌آبادی و فیروز علیزاده قهرمانای گذشته ایران مدال‌های تختی را هم می‌کنند. در پشت سر الکسان مدوید آخرین حریف بین‌المللی تختی برنده 3 مدال طلای المپیک و 7 مدال طلای جهانی، در کنارش احمد آیک برنده مدال طلای المپیک 68 مکزیکو سیتی و 64 داریم. اون طرف اسمت آفری از ترکیه است، برنده مدال طلای المپیک کسب روم. صحبت می‌کردیم
در خصوص دلایل علاقمندی به تختی. و اگر ما هم در این ویژه برنامه جهان پهلوان بخواهیم دلایلی رو بر علاقمندیمون به تختی ذکر کنیم، بایستی بگیم که تختی رو دوستش داریم، زیرا که تنها مرد میدان ورزش نبود. شب بخیر، خدا نگهدار.